واحد گلستان. خب دوستان دیگه این صحنه رو میبینن دیگه، حکایت حکمت شماره 16 از گلستان باب 8 در آداب صحبت. دیگه هر که بدی را بکشد خلق را از بلای او برهاند و او را از عذاب خدای عز و جل. پسندیده است، پسندیده است بخشایش، ولی کن من بر ریش خلق آزار برهم. یه بار دیگه، پسندیده است بخشایش، ولی کن من بر ریش خلق آزار برهم. ندانست آن که رحمت کرد بر ما که آن ظلم است بر فرزند آدم. ببینید چقدر جالبه. اولا یادتون باشه که اینا در واقع کلمات قصاره دیگه. این بحثی که میگن ایجاز در سخن، گفتن به اصطلاح مفاهیم بلند اخلاقی اجتماعی در کوتاه‌ترین جملات، و واقعا سعدی در این بوی سبقت رو از همه بزرگان سخن رو بوده. هر که بدی را بکشد خلق را از بلای او برهاند و او را از عذاب خدای عز و جل. یادتونه جای دیگه به این اشاره کرده بود که کسانی که انسان‌های صالح نیستن، گفته بود که اینا اگه خواب باشن بهتر از اینکه بیدار باشن، اگر مرده باشن بهتر از اینکه زنده باشن. پس بگه اینجا هم اشاره به همین قضیه میکنه، میگه بخشایش کار خوبیه، اما بر کسی که مردم و آزاره نباید بر زخمش مرهم گذاشت. و زیرا مانند آن است که کسی که بر مار به صلاح رحم میکنه، در واقع بر فرزندان آدم چیکار کرده؟ ظلم کرده، چون مار به هر حال دشمن ذاتی فرزندان آدم. خب البته من اینو بگم براتون که مار الزاماً دشمن فرزندان آدم نیست. اگر فرزندان آدم به محیط امن مار تجاوز بکنن، و از خودش فقط دفاع میکنه، هیچ ماری را نمیفته بیاد دنبال یک کسی بگرده که با نیش بزنه تشتره. فقط در موقعی که ضرورت میبینه که خودش دفاع کنه از نیشش فرق هم نمیکنه که چه ماری باشه. من میتونم آقای دکتر یه سوال بکنم؟ درم بفرم خودشم. اینجوری که فرمودین که هر کس بدی رو بکشد ثواب کرده و اونو نظر... من نگفتم، سعدی گفته. بله منظورم اینه که اینه دیگه اینجاست. من خوب نفهمتم، یعنی میشه کسی رو بدون دادگاه و دعوت کشت به خاطر اینکه بره به اصلا بحث، ببینید بحث دادگاه و غیر دادگاه نیست. حتی دادگاه، اگر دادگاه هم آدم پلید رو به صلاح آدم کشی رو بکشه، کار رو خوبی کرده دیگه. دادگاه فرق نمیکنه. یعنی هر که بدی را بکشد، یعنی حالا یه حکومتی که یه آدم بدی رو میکشه، یا یه قاضی که حکم مثلا مرگ آدم بدی رو، یه جمع از شما توی بر و بیابونی هستید، یه آدم به اصطلاح چون دونم متجاوز دزد سرگردانی حمله کرده، داره به زن بچه مردم تجاوز میکنه، اموالشون داره غارت میکنه، شما باش درگیر میشید و میکشیدش دیگه، اونجا دادگاهی هم نیست، ولی ضرورت ایجاب. برحال هر که بدی را بکشد، منظور اینه، یعنی آدمایی که مضر بر حال جامعه هستن باید از بین برن دیگه. حالا اصلا بحث فردم نیست، کلی اشاره میشه. سپاسگزارم. بگم جناب این، خب من فکر میکنم دست آدم ها رو باز میذاره که بر اساس قضاوت شخصی خودشون، چون قضاوت این که کی بده و کی خوبه که دست، یعنی میدونین چی میگم، یعنی یه چیزی کاملا نسبیه، اینکه مثلا من فکر کنم فلانی بده یا فلانی خوبه، این یه خورده عجیبه. حالا من نمیدونم، من نمیتونم با این جمله سعدی موافقت کنم به خاطر اینکه آره اینو من مفهوم قضیه رو تایید میکنم، من مفهوم قضیه رو تایید میکنم، نه اینکه حالا هر فردی بتواند برود مثلا خودش قاضی بشود و بگد بد این است خوب این است، پس چون این بد است من باید نابودش کنم، نه، این ممکنه که حرف صحیحی نباشه. ولی به طور کلی ببینید، این داره اشاره تو شعر اینو قشنگ بحث میکنه، میگه پسندیده است بخشایش، ولی که بخشیدن کار خوبیه، اما من بر ریش خلق آزار مرهم. میبینید آدمی که داره مردم آزاری میکنه رو نباید بهش چیکار کرد؟
به اصطلاح مرهم بر ریشش گذاشت. بعد میگه ندانست آن که رحمت کرد بر ما جان ظلم است بر فرزند نادر. یعنی این مار، من خودم دارم میگم مار، حتی شما نمیتونی بگید که مار همیشه دشمن، اینم نمادینه که مار، یعنی اون کسی که نیش دارد و با نیشش مردم را میآزارد اونو نباید بهش رحم کرد، باید باش برخورد، حالا یا زندانش میکنن یا نفرن. شما دیدید یه آدمی مثلا سریال کیلر، خب شما میگید که باید بری مثلا خب آدمی باید جون شخص، ولی خب اگر ایشون جون شخص و در جامعه آزاد بگرده، خب از جون آدم های بدبختی دیگه که به وسیله ایشون نابود میشن چی؟ کشته میشن. من میگم باید درمانش کرد، درمان باید بشه، بله باید درمانش کرد، یا باید نگهش داشت گذاشتش یه جایی حفظش کرد درمانش کرد، اگه درمان نشد قابل درمان نبود توی به صلاح زندان نگهش داشت، اگر که هیچ کاری دیگه هم نمیش کرد که دیگه بالاخره باید حکم قاضی و اون کسانی که صاحب امر هستن و بر اساس قوانین حاکم بر جامعه نظر میدن باش برد. خب دکتر این مصداق آتش به اختیاره که اخیراً گفته شد؟ نه نه نه، آتش به اختیار، آتش به اختیار یعنی شرایط جنگیه و مفهوم داره. ببینید گفتم در شرایط غیر جنگی هم گفته شد. حالا اون بحث دیگه وارد بحث سیاسی میشه. من چه ارتش، من به شما عرض میکنم چون من نمیدونم شما سابقه نظامیگری دارید یا ندارید یا چرد دارید، ببینید در ارتش وقتی که گردان ها مأموریت پیدا میکنن برای انجام این منبع، ببین لشکر یه برنامه کلی داره، گردان ها مأموریت خاص دارن برای اهداف لشکر، به گردان ها چیکار میکنن؟ میگن آتش به اختیاری چیکار؟ یعنی چی؟ یعنی در راستای اهدافی که لشکر داره، مثلا فلان منطقه رو میخواد بگیره، فلان کوه رو میخواد بگیره، فلان قلعه دشمنی میخواد بگیره، هر کدوم از این گردان ها وظایف خاص خودشون دارن که چیکار باید بکنن. اونجا فرماندهی گردان چیه؟ آتش به اختیاره. یعنی بنا به تشخیص خودش در چارچوب اون اهداف خاصش میتونه مثلا دستور آتش بده، میتونه نده، میتونه بگه عقب نشینی کنید، عقب برید، جلو برید، تاکتیکای نظامی خودش اجرا. اونجا آتش به اختیار مفهوم. و اینا در جای دیگه اینکه آتش به اختیار هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه که معنی نداره اصلا. اصلا نظام ارتش اصلا نمیشه. خب ادامه بدیم. حکمت شماره 17 میگه نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولی که شنیدن رواست، تا به خلاف آن کاری کنی که آن عین ثواب است. میبینید خیلی جالبه، میگه نباید از دشمن نصیحت به اصطلاح گوش کرد، ولی که باید شنید حرفش رو تا اگر هرچی که گفت برخلافش عمل بکنه. این مثل داستان به قول معروف چی گفت؟ گفتش که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان، که هر کاری که اونا میکردن من درست خلافش رو انجام دادم. اینه دیگه اون داستان لقمان حکیمی دیگه. میگه بالاخره باید آدم حواسش جمع باشه، اگر دشمن واقعا دشمنه، هر حرفی که میزنه در جهت دشمنیه باشه میزنه، بنابراین حرفش رو گوش کن و خلافش رو عمل کن. حذر کن زن که دشمن گوید آن کن، که بر زانو زنی دست تقابل. به همین اینجا قشنگ توضیح بده، میگه اگر هر چی که دشمن بگو میکنه انجام بده، حذر کن انجام نده، چرا که اگر انجام بدی زانوی غم در بغل کنی، تقابل یعنی حسرت افسوس در بغل کنید. از راهی نماید راست چون تیر، از او برگرد و راه دست چپ گیر. دیگه اگه افر از دست راست برو، دقیقا از دست چپ حرکت میده، چون دشمن هیچ وقت خواهان خیر و صلاح شما. اما میگم سراغه، میگه ببینید چقدر جالب، میگه خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد، نه چندان درشتی کنید که از تو سیر گردن، نه چندان نرمی که بر تو دلیر شود. اینا یکی این خیلی جالبه ها، یکی از مضامین مهم در مدیریته، یادتون باشه در مدیریت. یکی از اساتید بزرگوار من به اسم آقای دکتر نیر سینا، ایشون شاعر و نویسنده بود زمانی که من دانشجوی دوره لیسانس بودم، ایشون استاد
ادبیات فارسی ما و اتفاقا گلستان هم به ما درس میده آقای دکتر نیرسی ایشون گفتش که در ایران این از اون زمان تو گوش من باقی مونده گفت در ایران کسانی در مدیریت به اصطلاح موفق هستن که مهربان ولی با قدرت باشن یعنی ضمن اینکه مهربان هستن ضمن اون جنم و جذبه خودشون رو داشته باشن اینجا هم جناب سعدی همین حرف رو داریم میگه خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردن و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شد درشتی و نرمی به هم در به هست چو فاسد که جراح و مرهمه هست فاسد که میدیم کسی که قصد میکنه کسی که بسیار رگ شما رو میزنه که خون کثیف رو به قول شما از بدن شما خارج کنه که هم جراح هم میباره و هم مرهم میزنه یعنی بالاخره یه انسان باید که هم جاذبه داشته باشه و هم دافع داشته باشه درشتی نگیرد خردمند پیش نسستی که ناقص کند قدر خویش آدم خردمند نه بیش از حد درشتی میکنه و نه به انقدر سستی از خودش نشون میده که حیبتش نزده میده نه برخیشتن را فزونی نهد نه یک باره تن در مزلت نهد مزلت یعنی پستی ضعف میگه نه خودش رو زیادی متکبر میکنه متکبر میشه و نه اینکه به اصطلاح خودش رو در موضع ضعف کنه شبانی با پدر گفت ای خرد من مرا تحلیل پیرانه یک من بگفتا نیک مردی کن نه چندان که گردد خیره گرگ که گردد خیره گرگ تیز دندان ببینید این شبانم با به اصطلاح مزامین شبانی بچهشو چکا میکنه نصیحت میکنه بیرانه به اصطلاح تعلیم که به بچهش بگیره میگه که نیک مردی کن اما نه چندان نیک مردی کن که گرگ به اصطلاح خیره تیز دندان شه یا گرگ مثلا بدجنس دندوناش تیز بشه از نرمی که تو به کس دشمن ملک دین هم پادشاهی بی حلم و ظاهر بی علم چقدر این بشه پادشاهی بی حلم پادشاهی که حلم نداره تحمل نداره زود تصمیم میگیره زود تحت تاثیر قرار میگیره زود تا گریه یه نفره میگیره دلش میسوزه زود تا نمیدونم از یه نفر بیشرمی یا چرا بیادبی میبینه حکم قلب طرف فوری میگه نه همون گونه که مثلا ملک پادشاه باید حلم داشته باشه سعد داشته باشه اینقدر هم بیاد داره که زاهد هم باید چی بشه باشه علم باشه زاهد بی علم در واقع آدم متعصب کورده بر سر مرد مباد آن ملک فرمانده که خدا را نباید بنده و فرمانده اما بریم سر شماره بعدی یه پادشاه باید که داو حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند آتش خشم اول در خداوند خشم افتد پس آنگه زبانه به خشم رسد یا نرسد ببینید دیگه پادشاه باید که حتی بر دشمنان هم خشم اونقدر زیاد روا نداره که دوستانش هم ازش سلب اعتماد کنن بگه بابا این بابا دیگه اصلا رحم تو دلش نیست نباید به اونجا برسه بعد میگه که آتش خشم اول در خود خداوند خشم میگیره بالاخره آدمایی که خشمگین میشن و بر اساس خشم تصمیم میگیرن غالبا در تصمیم گیریش اشتباه میکنن و به همین دلیل طبعات تصمیمات بعدشون با خودشون در درجه اول برمید میگه نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد خب انسانی که از خاک زاده شده نباید که به اصطلاح در سر خودش کبر و تندی بکنه یعنی دوچار کبر و غرور بشه درا با چنین گرمی و سرکشی نپندارم از خاکی از آتشی میبینید میگه تو که انقدر به سرعت عصبانی میشی و شعره های خشم به اصطلاح به آسمان میره من نمیدونم تو از خاک هستی یا از آتش
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چه خواب تحمل کنه فقیه یا هر چه خوانده ای همه در زیر خواب کن. ببینید که اشاره است حالا این داستان حقیقت داره یا ساخته خود جناب سعدی است. میگه من رفتم بیلقان و در بیلقان از عابدی پرسیدم که من چکار کنم من رو به گونه تربیت کنم که من از جهل پاک بشم. ایشون گفتش که برو مثل خاک بشو، یعنی چی؟ تواضع داشته باش و تحمل داشته باش و سعی سرز رو داشته باش و اگر این گونه نباشی برو هرچی درس خونی بکنی زیر خاک، یعنی درس به در نخور. یعنی چی؟ یعنی که هرچی عالمتر هرچی با فرهنگتر میشه نوعا متحملتره و نوعا متواضعتر هم خواهد. به قول طرف گفتش که درختی که پربار میشه معمولا شاخه‌هاش چی میشه؟ سوی زمین گرایش پیدا میکنه. بدخوی در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ عقوبت او خلاص نیاید یا نیابد. اگر از دست برابر فلک رود بدخوی ز دست خوی بد خویش در بلا باشد. این خیلی حرف درستیه. نمیدونم شما با آدم های بد اخلاق هیچ وقت سرکار داشتید یا نه. خدا نکنه که سرکار داشته باشید، ولی اگر سرکار داشته باشید میبینید که آدم های بد اخلاق همیشه گرفتار اخلاق بد خودشون هست، واقعا میبینید، و حتی در سن پیری و در سن جوان هر دو. من دیدم آدم هایی که خلق و خوی خوبی ندارن همیشه منفورن و دست خودشون هم نیست بعضی وقتا، نه آره دست خودشون هست یا نه، ولی به نظر من آدم اگه بخواد میتونه خودش رو کنترل کنه، ولی بعضی ها اساسا بدخلق هم میده و متاسفانه آدم اینه در چهره شون هم میبینه. خیلی وقتا آدم های بدخلاق رو شما در چهره شون هم بدخلاقی رو حس میکنه، یعنی یه نوعی موج منفی به انسان میدن این آدم ها. و آدم ها نوعا دوست ندارن که دوربر اینجور آدم ها بچرخن یا باهاشون مراوده داشته باشن یا باهاشون به قول معروف ارتباطات عاطفی مناسبی رو برقرار کنن. به همین دلیل هم شما میگید در قرآن کریم خطاب به پیامبر خداوند به صراحتی میفرماید که ای پیامبر تو اگر این خلق خوبی رو که داری خوبی رو که اگه نداشتی مردم دوره جمع نمیشدن، مردم از تو فرار میکردن. این یعنی درس واسه ماها دیگه. ما هم اگر بخوایم مردم دوستمون داشته باشن باید چیکار کنیم؟ سعی کنیم که اخلاق خوب داشته باشیم، اخلاق حسنه داشته باشیم، با مردم مدارا کنیم، باهاشون با کرامت و بزرگواری و محبت برخورد کنیم. اینا همه ایجاد جاذبه است و این ایجاد جاذبه انصافا در روح و عمر و عمق به اصطلاح جان انسان آثار مثبت میذاره. وقتی که آدم میبینه که دیگران دوستش دارن، یادتون باشه انسان نیاز دارد که دوست داشته شود و دوست بدارد. اینو تو ذهنتون داشته باشه، خیلی مهمه. ما به طور کلی هممون نیازمند محبت، چه بزرگمون چه کوچیکمون چه مردمون چه زنمون، هممون نیازمند محبتیم. دوست داریم که بسیار دیگران به اون محبت کنن و ضمناً هم دوست داریم که دیگران رو دوست داشته باشیم، یعنی معشوق داشته باشیم. این کلمه معشوق که میگم فکر نکنید که الزاماً راجع به جنس مخالف صحبت میشه. معشوق یعنی که آدم نسبت به او عشق بیورزد. حالا این میتونه دوست آدم باشه، میتونه دختر آدم باشه، پسر آدم باشه، پدر مادر آدم باشه، دوستان مرد آدم باشه و دوستان زن آدم باشه. انسان و همه کس میتواند که عشق داشته باشه و مانند باران که بر همه جا میبارد، مانند خورشید که بر همه جا میتابد، انسان باید همچین خلق و خوی داشته باشه. اگر این خلق و خوی داشته باشه متقابلا مردم هم باستاب این رو برو خواهند داشت و یه همیشه آدمی احساس خوشبختی میکنه در زندگی. لزومی هم نداره که الزاما ثروت نباشه. این یاد دیگه چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده است، تا
تو جمع کن و اگر جمع شود از پریشانی اندیشه کن. برو با دوستان آسوده بنشین چو بینی در میان دشمنان جنگ. اگر بینی که با هم یک زبانن تمام راضی کن و بر باره بر سنگ. ببینید اشاره میکنم این سیاستی است که سیاستمداران رو اجرا میکنن. من نمیخوام اسم ببرم از یک کشور خاصی که در این رابطه خیلی فعال، حالا شاید مثلا اینجا جاش نباشه. شما نگاه کنید بعضی از رسالا دشمنان کاری میکنن که بین دوستان تفرقه بیفته. عراق با ایران جنگ کنه، فلانی با فلانی جنگ کنه، یمن با نمیدونم عربستان سعودی جنگ کنه، فلانی کشورهای مسلمان با همدیگه در حال جنگ و نزاع و اون طرف اون بر نشسته داره با خوشحالی این صحنه ها رو تماشا میکنه و میگه از هر طرف که کشته شون به نفع ماست. بنابراین این اشاره میکنه به این قضیه، میگه حواستون جمع باشه که دشمن خواهان تفرقه بین دوستان، مراقب این قضیه هم باشه. خب اشاره بعدی میگه دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی به جنبان پسانگر به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. میاد میشینه چیکار میکنه؟ برجام با تو امضا میکنه. میگه دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی به جنبان. میگه اگر نخواست که با جنگ کنیم میاد دیگه آقا بیاریشیم صحبت میکنیم مذاکره میکنیم. پسانگر به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. بنابراین این حواستمون باید جمع باشه که به قول معروف مراقب دشمن باشی که با ما چگونه برخورد میکنه. دشمن اگر واقعا دشمنه هرگز روی دوستی خودش نشون نمیده، حتی در دوستی هم بخواد به ضرر برسه. بعد حواست کاملا ششتون حواست جمع باشه. اما بعد یه چیم به سر مار به دست دشمن بکوب. ببینید این همون حرفی که گفت سر مار به دست دشمن بکوب که از احتیال حسنین خالی نباشه. حسنین خالی نباشه. اگر این غالب آمد مار کشت، اگر آن از دشمن رستی. به روز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف که مغز برآورد که دل دیدان برداشت. این خیلی موضوع جالبیه. میگه سر ما رو به دست دشمنت بده. یعنی چی؟ یعنی دشمنت رو با دشمنت درگیر کن. یه کلام. حالا هر کدوم کشته بشن به نفع تو. اگه ماره کشته شد که خب مار رو کشتی و خیلی راحت که مار نیست. اگر دشمنه به دست ماره کشته شد بازم تو خوشحالی به دشمن. بنابراین حواس ما باید جمع باشه که بازی دشمن رو نخوریم که ما رو با یک کس دیگه درگیر کنه که بعد در نهایت میدونیم که درگیری ما با اون شخص ثالث به نفع اون دشمن شماره یکی ما هست. بعد اینجا اشاره میکنه که به روز معرکه ایمن نشو ز خصم به خصم ضعیف. میگه هیچ وقت دشمنت رو دست کم نگیر. به روز معرکه اصطلاح ایمن نشو ز خصم که مغزشی براره چون دل به جان برداشت. دشمن ضعیف هم میتواند خیلی خطرناک بشه اگر در مثلا گوشه رنگی گیر کنه و راه فراری نداشته باشه. داشت کردید خیلی جالبه. یکی از استراتژی هایی که مثلا بزرگان طراحان جنگ به قول نرف در گذشته و حالا هم همینطوره اعمال میکنن این بود. گفتن که وقتی با دشمن درگیر میشی اگر دیدی که دشمن به اصطلاح از درگیری روی برگردوند و خواست فرار کنه، جایی خواست فرار کنه، راه فرار براش بذارید. راه ها رو نبندید. اگر راه ها رو کامل برای دشمن ببندید اون دیگه از جون گذشته میشه. چون از جون گذشته میشه به سختی با شما درگیر میشه. حتی اگر در نهایت شکستن بخوره ولی به شما تلفات سنگین بوده. اینا درس های نظامی شما تلفات سنگین مورد میکنه. ولی اگر که حس کنه که درش دست با شما روی فرار براش باقی بذارید خب بدونه که با شما درگیر میشه فرار میکنه و چون مزمن میشه بعدا گرفتنش و مثلا
تسخیر سرزمینش کار آسون میشه. اینو داشته باشید. اما این آقایون چیزا، این آقایون بگو مغول ها از این تاکتیک استفاده میکردن. اولا وقتی که میخواستم به جنگم من رو گفته یکی از این برنامه نویسان گفتش که اینا وقتی میخواستم به جنگم گرد و خاک ایجاد میکردن که هیچ وقت دشمن نفهمه که تعدادشون چند نفره. اینا که دارن حمله میکنن چند نفر هستن. یک. دو، اولا قبل از اینکه حمله بکنن خب اینا سرسده زیاد کرده بودن که اصلا این مغول ها آدم کشن، غارتگر هم میکشن، به هیچ کس رحم نمی کنن. مثل این داستان داعشی ها دیگه. داعشی ها همین بخمو رو ایجاد کرده بودن که مثلا هم میگفتن که وقتی اینا وارد موسل شدن پادگان های ارتش عراق فرار کردن، سرباز تو پادگان ها فرار کردن و مثلا اینا آمدن خیلی راحت شهر رو گرفتن، شهر موسل و جای دیگر. اما حالا به اصطلاح تاکتیک جنگی مغول ها چی بود؟ میومدن حمله که میکردن دشمن که میترسید اتفاقا راه فرار براش ایجاد میکردن که فرار کنه. اما در مسیری که راه فرار واسه اینا ایجاد کرده بودن در کمین به اصطلاح کماندارانشون نشسته بودن و تا هر چقدر میتوانستن اینها را در حال فرار تیرباران میکردن و میکشتن. یعنی سیستم به اصطلاح جنگی مغول ها این بود که به طور کلی نیروهای ارتش دشمن رو قتل عام بکنن و از بینشون ببرن. این تاکتیکی بود که عمل کرد. خب اینم خواستم که یه مداری هم دانش نظامیتونم بره بالا تا بعدا راجع به نیروی هوایی و حرکت لوپ توسط جنگنده های F-14 و F-16 و هواپیماهای رهگیر و هواپیماهای شکاری بمب‌افکن و اینا بعدا بهتون صحبت کنم. اما بعد برمید که پادشاه را بر خیام نفتسی واقف مگردن مگر آنگه که بر قول کلی واثق باشید. ببخشید بر قبول پادشاه را بر خیام نفتسی واقف مگردن مگر آنگه که بر قبول کلی واثق باشید، وگر نه در هلاک خیش سعی میکنید. ببینید بسیج سخن گفته آنگاه کن که دانی که در کار گیرد سخن. دیگه وقتی حرف بزن که مطمئن باشی که حرفی که میزنی تأثیر گذار است، خصوصا وقتی که راجع به خیانت کسی داری برای پادشاه صحبت میکنی. چون که اگر به قول معروف راجع به کسی حرف بزنی و یا حرفی که میزنی با ادله لازم همراه نباشه، در واقع در هلاک خودت داری سعی و کوشش. ادامه بدیم. میخوام تا 30 برم، دو سه تا دیگه هم بخونم تمام. میگه که هر که نصیحت خودرای یا خودرای میکند او خود به نصیحتگری محتاج است. اجازه در سخن چقدر زیباست. میگه اگر کسی داره آدمای خودرای رو نصیحت میکنه بدونید که خودش نیاز به نصیحت داره. یعنی بعد شعورش برسه که آدم خود رأی اساسا نصیحت پذیر نیست. انسان‌های خود رأی متکبر خودخواه اساسا نصیحت پذیر نیستن. بنابراین نباید اونها رو نصیحت کرد. اگر کسی هم رفت اونها رو نصیحت کنه بده پس خودش واقعا نیاز به نصیحت. بعد ادامه بحث میگه فریب دشمن مخور و گروه مداح مخر. دقت می‌کنید فریب دشمن، حالا میتونم مخر بگیرم، مخر بگیم حالی درسته بگیم که فریب دشمن مخر و غریب و غرور مداح مخر هر دو، یا بگیم فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر که این دام زرق است و آن دامن طمع گشاده. ببینید دشمن اگه فریب میده دام زرقه، زرق یعنی دروغی و دام و فریب، و اگر مداح داره به صلاح چیزی می کنه نهت رو میگه این هم چیزا کرده دامن تمه هستی تو گوش. پس برمید به این دو نفر توجه کنه. احمق را ستایش خوش آید چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. دمی فربه نماید چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. یعنی مثل این گوستندی که دیدید که
میکشنش، بعد میخوام پوستش رو جدا کنم، تو فوت میکنه قصاب توی پوستش، بعد این چاق میشه یا مثلا پوستش باد میکنه. دیگه آدم به اصطلاح احمق هم از مدح و ثنای دیگران، چه دشمن چه دوست، اگر دچار کبر و غرور بشه در واقع مثل همون اون لاشه هست. دیگه الا تا نشوی مدح سخنگو، که اندک مای نفتی از تو دارد. اگر روزی مرادش بر نیاری، دو سر چندان عیوبت بر شمارد. دیگه که آدم های مدح که به دیگه اگر فکر میکنی یک ذره نفتی براش مترتب هست در این بسا مکفی که از تو می کنن، بهشون توجه نکن، چرا که این آدم ها همون هایی هستن که اگر مرادشو بر نیاری تو صد عیب بر تو خواهند گفت. این آدم های مجیزگو رو به طور کلی بخواهد بگه آدم های مجیزگو رو خیلی به خود را نده، آدم های قابل اعتماد نیست. بگه متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نگیرد، بشو قدره بر حسن گفتار خیش، به تحسین دادان و پندار خیش. اینو دیگه حالا بعد اونهایی که خیلی متکلم هستن واقعا آویزه گوششون کنن که انسان نباید قره بشه به حسن گفتار خودش، به تحسین آدم های نادان و به پندار خودش. حالا آدم های عاقل وقتی به سخن شما گوش بکنن، خیلی راحت اثر صدق و اثر کرامت میگه آقا شما مثلا اینو غلط خوندی، اینو اگه اینجوری بخونی درست داره، اگر از این واژه استفاده نکنی از آن واژه استفاده کنی زیبا کلام تر خواهی بود، و اگر فلانجا این شعر رو در مثلا مصداق سخنی که میگویی بیاری، سخن شما شیواتر خواهد. ببین اینا حرفاییست که این انسانهای خردمند با آدم میزنن، زمین که ایدو آدمون میگن راهکارم به آدم میدن، و به اصطلاح انسان چی میشه؟ این مایه تبلور شما میشه، مایه به اصطلاح اصلاح شما خواهد شد و شما رو تکامل خواهد. حالا آدم هایی که حالا ظاهرساز انسان و فلان یه حرفایی میزنن و بعد آدم خیال میکنه، و وقتی هم که خیال میکنه هیچ وقت عیب خودش رو هم چی اصلاح نمیکنه. اما این سیومین به اصطلاح حکایت رو هم براتون بخونم که پایان سخن باشه. دیگه حرف قشنگی، دیگه همه کس را عقل خود به کمال نمایند و فرزند خود به جمال. دیگه خدا وکیلی شما به دل و قلب خودتون به سر مراجعه کنید، ببینید این سعدی عجب روانشناس خدا وکیلی. همه کس را عقل خود به کمال نمایند و فرزند خود به جمال. همه خیال میکنه عقل خودشون از همه بیشتره، بهتر از همه میفهمند، بچه خودشون رو از همه خوشگل داره. طرف اگر خیلی عوض بخواه خدا این رو عمل بردی به تربیتی نکنید، اگر طرف بچهش شکل میمون هم باشه از زشی میدونی چی میگه؟ میگه ولی عجب بچه با نمکیه، خیلی بچه هم با نمکیه، یعنی هرگز حاضر نیست که به صلاح بدی رو راجع به فرزند خودش. البته این خیلی هم خوبه ها، من این رو بهتون بگم، از نظر روانی مادر پدر به بچه خودشون علاقمند هستن، ولو اینکه به اصطلاح هیچ زشتی رو در آن نمیدن، درست کردی؟ به خاطر چی؟ به خاطر همینم محبتشون بسیار زیاده مثل فرزند، و اون چیزیست که از نظر عاطفی فرزند بسیار بهش چی نیازمند. بعد میگه یکی یهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از حدیث تیره، گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدا یا یهود میاد. یهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمان. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. ببینید یعنی هر کسی به طور کلی خودش رو مصداق حق میبیند، و وطن همین هم هستش که یهود و مسلمان که با هم دارن نظام میکنن، که سعدی داره اینو نگاه میکنه و خنده میکنه برای این جنگ اینها، اینه که مسلمان داره میگه این قباله من اگه سر زمین میسید با هم اختلاف دارم، این مسلمانی میگه اگه قباله من درستیست خدا یا من رو یهود به میران، یعنی به بهترین شکل ممکن به یهودی. یهودی هم میگه چی؟ به تورات سوگند میخورم که اگر من خلاف میگم منم مثل تو مسلمان، یعنی چی؟ یعنی تو بدترین موجود هستی که مسلمان هستی.
بعدم جناب سعدی جنبندی میکنه، اگر از بسیط زمین عقل منعدم گرده، یعنی عقل بین بره، به خود گمان نبره هیچ کس که نادانه، یعنی اگه عقل وجود نداشته باشه همه فکر میکنه هنوز دانش باشه. خیلی ممنونم از توجهتون. این سخنان بسیار زیبا و شیوای به اصطلاح سعدی انصافا خنده نه تنها بر لب انسان که به روح انسان خنده می آورد.